روز بعد ساعت 9 صبح از اتاق خوابم بیرون آمدم. ابتدا کمی در سرسرا قدم زدم. فریدل دستمال سفید به سرش بسته بود و در اتاقها کار میکرد. به من گفت کاتوشکا و مادرش و آن خانم دیگر به گردش رفتند. آن وقت به ایستگاه راهن رفتم. از آنجا با چمدان پدرم در یک کالسکه نشسته و به مهمانخانه پدرم که همان اسب سفید بود رفتم. از مهمانخانه ما تا آنجا قریب نیم ساعت راه بود. ساعت 10:30 به آنجا رسیدم اما پدرم نبود. گفتند که صبح زود رفته است. من چمدان را پیش صاحب مهمانخانه امانت گذاشتم و رفتم. از این ده به آن ده. غروب که به مهمانخانه خانه سبز رسیدم، کاتوشکا نبود. فریدل باز آمد. امشب برخلاف همیشه لباس قشنگی تنش بود. گفت آقا، خانم ها آمدن و رفتن. گفتم فریدل، امشب خودتان را قشنگ کرده اید. گفت بله، امشب من مرخصی دارم و با نامزدم میروم به رقص. شام را خوردم و پیاده به مهمانخانه پدرم رفتم. ساعت 9 به آنجا رسیدم. در اتاق پدرم که رفتم، گفتند در سالن پایین است. از پله‌ها پایین آمدم. در رو که باز کردم دیدم کاتوشکا پهلوی پدرم نشسته است. پیش خدمت داشت شیشه های شراب را بر می داشت و شیشه های تازه می گذاشت. پدرم صورتش را از ته تراشیده بود. کاتوشکا لباس آبی رنگ تنش بود. قشنگتر از همیشه به نظرم آمد. فوری بیرون آمدم. روی کارتم چیزی به کاتوشکا نوشتم و به پیش خدمت دادم که به او بدهد. کاتوشکای عزیزم، از من خواهش کرده بودی که پدرم را به تو معرفی کنم. همان است که سر میز تو دست چپ تو نشسته است. از من خواهش کرده بودی که عقیده ام را راجب شوهر تازه‌ای که میخوایی انتخاب کنی بگویم. بسیار خوب شوهری است. تو را خوشبخت میکند. امضا ف. به صاحب مهمانخانه گفتم چمدان مال آن مردی است که پهلوی آن خانم نشسته است.